با سلام بر سید و سالار شهیدان و درود بر شما بینندگان عزیز من امار حسینی هستم و شما بینندگی اخبار شیه از شبکه امام حسین علیه السلام هستید رسانه های عراقی خبر دادند شورای وزیران عراق بخش از جلسه دیروز خود را که به ریاست محمد شیا السودانی سودانی نخست وزیر برگزار شد به آماده سازی ها جهت استقبال از زائرین اربعین حسینی اختصاص داد بر اساس مصوبات جدید شورای وزیران عراق تمامی اتباع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به جای برچسب روادید مهری در گذرنامه خود دریافت می کنند که مختص زیارت اربعین خواهد بود همچنین به تمامی نمایندگی های عراق در این کشورها اجازه داده شد تا به اتباع کشورهای مذکور روادید یک بار ورود انفرادی و گروهی با اقامت یک ماهه صادر کنند. دولت عراق همچنین به وزارت دارایی و حمل و نقل این کشور در کنار بقیه دستگاه های دولتی دستور داد از دریافت هزینه حمل و نقل اتوبوس ها از دو گذرگاه صفوان و ارعر در مرز با عربستان اجتناب کرده و تدابیر قانونی مربوط به گمرک و اقامت را هم به سهل ترین شکل ممکن اجرا کند. همچنین مقرر شد با تمامی کالاها و مواد اهدا شده به مواکب اربعین و عطبات آلیات که از موادی مختلف مرزی وارد عراق می شود نیز در چارچوب مندرجات یادداشت تفاهم امضا شده بین عراق و ایران تعامل شود. بر اساس دستورالعمل هیئت وزیران عراق نهادهای زیرابط مکلف شدند با افزایش تعداد نیروهای خود در مبادی مرزی فعالیت آن را 24 ساعته کرده و این فعالیت تا پایان ماه سفر ادامه پیدا کند لازم به ذکر است مرجعیت شیعه آیت الله سید صادق حسینی شیرازی چند روز قبل نیز طی سخنرانی شام غریبان 1445 قمری در جمع اعزاداران حسینی توصیه های خود را به دولت عراق و کشورهای اسلامی و تجار شیعه جهت تسهیل در زیارت اربعین امام حسین علیه السلام تکرار فرمودند.